سلام با شما دوستان عزیز، امیدوارم صحتمند باشین. در یک دو روز اخیر تعداد زیاد از هموطنان ما ویدیو که شما در بکگراند تماشا میکنین برای من یا فرستاده مستقیم یا یکی در برخ صفحات ایده ای که دیده باز ما رو منشن کرده. من میخوام کوتاه صحبت پیرامون این ویدیو داشته باشم. اگر شما هم دیدگاه و نظر دارید میتونید کامنت بکنید، ممکن دیدگاه شما با دیدگاه من موافق باشه یا مخالف باشه. من از این جایی خواستم روی از این مسئله صحبت بکنم که آنچه که در مورد از این ویدیو من دیدم کلا یا دشنام بود یا توهین بود یا تمسخر بود. اون هم دشنام های اگر داده شده متاسفانه دشنام های کلان خانوادگی بوده که فکر میکنم خیلی جالب نبود، که هیچ، که خیلی زشت بود. و با توجه به یک مثال هزارگی که داریم، میگه زردالو از زردالو رنگ میگیره در شبکه های اجتماعی، خوب خود بود که به همچو قضایا و مورد ها حداقل یک نگاه متفاوت تر باشه. اگر حداقل از همین افراد خوشتان نمیآید یا فکر میکنین که کارنامه منفیش نسبت به کارنامه مثبت زیاد بودن، حداقل یک نقد خوبتر بکنین. اگر هدف شما آگاهی جامعه هستن، اگر یکی بین دلتان خالی بکنین بازو معاملش جدا هستن. در این ویدیو استاد مخ دیده میشه که داخل هواپیما هست، کدام جای میرفته و امو بکس خوده یا امو بار خود را در امو جایش میمانه تا در چوکی خود بنشینه. و خیلی ها با تمسخر با دو دشنام این ویدیو رو باز نشر کرده. برای من جالب تر از همه اینجا بود که یک تعداد کسانی که برای این ویدیو خندیده و در کامنت ها تمسخر کردن، افرادی بودن که یک روزی پیش آقای مخی خیلی زیاد چاپلوسی میکردن تا در یک جایی مقرر شوند یا یک فایده از آقای مخی برش برسه. ولی کمتر کسی به این مسئله یک بار فکر کرده که خوب ما در این ویدیو استاد مخی هم میبینیم. او رهبر یک جریان سیاسی در افغانستان بود. صدها و هزاران نفر دوروبرش بود، کار میکردن در دفاترشان یا جاهای مختلف از طرف دفترش معرفی شدن و ده ها بادیگار داشتن، کش و فش داشتن. در انتخابات های ریاست جمهوری هر طرف که میرفت یک وزنه حساب میشد. حالا چرا بینی یک روز افتاده که بار خود خودش انتقال میته و مثل یک شهروند عادی سفر میکنه و توقعی هم از کس نداره که به قدش کمک بکنه و منتظری کسی هم نیست، خودش با وجود سنی که بلند هم رفته بار خود میخواد بلند بکنه. کسی یک بار به اینی مسئله فکر نکرده؟ اگر شما بین در اینی مسئله فکر بکنین، حالا اگر موافق آقای محقق باشین هم میتونه زمین راستا وارد شوین، یا اگر مخالفشان باشین یا فکر میکنین که کارنامه آقای محقق منفیش نسبت به مثبتش بیشتر هستن، هم نقد اگر داشته باشین از امی درچه بین بنویسین. ببینید تمام سیاست مداران افغانستان در سقوط افغانستان قطعا نقش داره و مقصر هست، چه مستقیم چه غیر مستقیم، و هر کس هم به اندازه جایگاه و وزنش مقصر هست. حتی سیاست مدارا اگر بگذاریم، شهروندان عادی کشور، هر کس به اندازه جایگاهش در جامعه در سقوط جمهوریت و روی کار آمدن طالبان نقش داره. یکی بیم کلگی گناه را در گردن اشرف غنی یا زلمه خلیل زاد یا خارجی ها بندازیم، نمیتونه تقصیر ما را کم بکنه. چه سیاست مدار هستیم، چه شهروند عادی هستیم. آقای محقق هم به عنوان یک سیاست مدار، به عنوان یک از جریان‌های سیاسی افغانستان و به عنوان کسی خودش را رهبر یک قشر از هزارها میخواندن، در این زمینه مقصر هست، قطعا مقصر هست. شما میتونید نقد در این زمینه داشته باشین و این حقتان هست، حق هر فرد افغانستانی هست و خصوصا ما هزارها و جوانان هزاره که قطعا از این بابت بیشتر نگران هستیم، چون فعلا از بدنه حکومت دور هستیم و عنوان شهروند درجه چندم شناخته میشیم، عملا با کوج اجباری روبرو هستیم و قطعا ما یک از دلخوره های ما هم از رهبرای ما عدم یک پلان و برنامه دراز مدت و کوتاه مدت بود و یه از بزرگترین نقضه های رهبران سیاسی افغانستان در کل و مشخصا رهبران ما جامعه هزاره بود. میتونیم از این وضعیت نقد بکنیم و خیلی ها قطعا اگر این روز در هر شرایطی هستیم، چی مهاجرت تجربه میکنیم، چی سختی های در داخل افغانستان، حق دارن که به کارنامه سیاست مداران افغانستان خورده بگیرین و نقد داشته باشین. ولی ما یک عده کسا رو درک نمی کنم، به او کسانی هست که یک روزی دوروبر آقای محقق خنبرک می زدن، ایر رهبر فرزانه و خیرتمند خطاب می کردن، چون او زمان در یک جایگاهی بود، می تانست این نفرها رو در یک جای مقرر بکنه، می تانست برشان یک نف برسانه، می تانست برش یک پولی بیته، می تانست در دوروبر خود برش جای بیته.
او وقت اینا رو حتی پدر خطاب میکردن، امروز متاسفانه میبینه که در یک حالتی هست که به حاشیه رانده شدن، باز دو دشنام میده برش یا برش میخنده. من این افراد درک نمیکنم. من حتی کسانی رو میشناسم که در کومنت ها تمسخر کرده آقای محقق را، به حتی دو دشنام داده، به خانوادش دو دشنام داده. همونجا واقعا ناجون مردی هست. حالا دو دشنام از آدرس هر کسی که باشه قابل قبول نیست، یا فحش دادن ها و توهین کردن و تمسخر کردن ها، ولی ای که خصوصا افرادی که یک وقتی در دوربر آقای محقق منافع خود میدید و این چاپلوسی میکرد، امروز اما در دو دشنام میته، برای من هرگز قابل درک نیست. و فکر میکنم باز هم اینا برمیگرده به همون به برنامگی رهبران ما و خصوصا آقای محقق که دوربری های خود درست نشناخته بودن و امو زمان هم بسیار نقد مردم میکردن و خصوصا دوربری هایشون یک ایده که باور داشتن که آقای استاد محقق یک ایده که چاپلوسی میکنه یک جای راحت معرفی میکنه، ولی یک ایده که صادقانه کار میکنه فراموش کرده و فراموش میکنه. و امروز خیلی واضح فهمیدمش. آقای محقق شاید فهمیده باشه و باید فهمیده باشه که کیها واقعا در کنارشان بودن و کیها فقط از او استفاده میکردن و فقط چشمش و امیدش همی بودن که بالاخره یک منفعت شخصی برش بالاخره برسه. و متاسفانه اینی عدم به برنامگی از اینا خیلی ضربه بزرگی به جامعه ما وارد کردن، ضمن از اینکه به خودشون هم ضربه وارد شدن. یک مثال میزنم، آقای محقق اگر در تقرری هایی که در طول همین چند سال در حکومت جمهوریت داشتن یک کمی دقت میکردن و یک کسایی را که بورسیه از آدرس از اونا به روسیه رفتن، به هند رفتن، به پاکستان رفتن، به ایران رفتن، به ترکیه رفتن، به کره جنوبی رفتن، به چین رفتن، شاید کشورهای دیگه هم باشه، حداقل می ژاپن رفتن، اینا کشورهایی هست که من خودم عملا میدیدم که مردم از طرف حزب وحدت به بورسیه میرفتن از طریق از همی استاد محقق و حزب وحدت. ولی حتی همو کسایی که بورسیه میرفتن شاید 10% اگر وفادار با حزب وحدت باقی میماندن یا حداقل با آرمان های آقای محقق دیدگاهشان یکسان بودن، دیگه اکثر از اونا حتی موزمون که در خارج رسیدن علیشان موزی گرفتن. حالا ای که در درون حزب وحدت چی میگذشت و نقد های بری وارد بود که آقای محقق به عده اجازه بزرگ شدن نمیتوه یا مورد های دیگه، معاملش جداست، کاری ندارم که قطعا نقد در زمینه هم وارد هست بر کارنامه تمام رهبران سیاسی افغانستان، ولی یک مثال شمی بود که گفتم اینها حداقل در همون چوکادی که خودشان حرکت میکردن هم یک برنامه کوتاه مدت درست و بلند مدت اگر میداشت، امروز حداقل هم کسایی که دور برش بودن و ازش استفاده کردن در یک جایگاهی رسیدن، امروز برش خندیده و توهینش نمیکرد، امروز زن و مادر و فرزند گفته دشنامش نمیداد. یعنی واقعا این آدم ها رو من خیلی آدم های درو میبینم که میایه به آدرس آقای محقق این گناه توهین توقیر میکنه. من نکته که در اول اشاره کردم بود که اگر شما مخالف شانم هستین حداقل جوان مردانه بین نقد بکنید. نکته دیگر اما این است که در این شرایط فعلی خصوصا ما به جامعه هزاره میخوام میرم بیشتر بگم کسایی که بیننده هستن که ما در یک شرایط بسیار سختی قرار داریم. خب خود بود به جای از اینکه بیم دسته رو کله یک دیگه خوب بزنیم، حالا گذشته هر چی که بوده گذشته، در فکر آینده باشیم، بین یک برنامه ریزی خوب تر داشته باشیم. ما هم امی لحظه اولا نسل کشی میشیم. چند روز پیش 14 مرد هزاره به دلیل هویت قومی و مذهبیشان در دایکندی تیرباران شد، 4 نفر دیگه هم متاسفانه زخمی شدن و همین روند ادامه داشت در طول 20 سال اخیر، 30 سال اخیر طالبا و 20 سال جمهوریت و 25 سپتامبر در واقع 131مین آغاز نسل کشی هزاره هاست. البته من نمیتونیم این را 25 سپتامبر آغاز بگیم چون یک جنگ طول مدت را عبدالرحمن خان علیه هزاره ها داشتن، ولی خب این آخرین سنگری هزاره ها را تاریخش را بیان میکنه که در برابر عبدالرحمن خان شکست میخوره و وارد ورزگان میشه و 400 هزار خانواده را متاسفانه قتل عام کرده هزاره را. به این مسئله بپردازیم، ما خیلی نیاز به وحدت و همدلی و یک برنامه خوبتر برای آینده خود داریم، نه به دو دشنام دادن هایی که شما از محقق یا کسی دیگه خوشتون می یا ازش نفرت دارین. این بحث خیلی جداست. اگر شما میخواین که حداقل نقد داشته باشین و فکر میکنین که اینها بد بازی کرد در آینده در صحنه نه، خب حداقل امور هم در قالب نقد بنویسین، نه با دو دشنام ها و چسبیدن به سر و کله یک دیگر. من فکر میکنم که اوج ناجوان مردی هست و به هر سیاستمدار دیگه هم اگر یک روزی برخوردین، به جای اینکه دشنام بدیم اول فکر بکنیم که ما امی کی بود، فیلم در چی وضعیت است. خب ما اگر یک گبر در مورد زمین آدم بزنم چی در درمی دوام میکنم؟
به هر صورت فکر میکنم زیاد گپ زدم، من فکر میکنم در 4-5 دقیقه خلاصه کنم، ولی گپ این طولانی شد. آقای محکم به این مسئله بسیار واکنش جالب داشته و گفته که بعضی از برادر رو از این حالتی ما گفته فیلم گرفته و او رو نشر کرده و برای من این بسیار نقضی بزرگ دانسته و بعد گفته که من نمیدونم در کجا این کار اشکال است، مگر بار خود اگر خود دادم بباری گفته ای عیب داره و گفته که اگر بار دوش دیگران نباشیم مگر این گناه است. و بعدش گفته بازم جای تشکر خانشان آباد کرد، یقل نگفته مردم افغانستان نان خوردن نداره، اینها با طیاره چکر میزنن. شما چی فکر میکنی؟ دیدگاه شما چیست؟ خدا نگهدارتان باد.